آقای علی سلیمی عزیز از مبارزین قدیمی فرصت زیادی نداریم، اما میخواستم ازشون خواهش کنم که تصویرشون رو با ما به اشتراک بگذارن. آقای علی سلیمی از کسانی هستند که سالهای سال در میدان مبارزه حضور داشتند. آقای سلیمی میکروفونتون رو باز کنید، خواهش میکنم، و تصویرتون با ما به اشتراک بذارید. و ایشون شاهد بودند، جز کسانی بودند که در یک نقطه‌ای با حسن نیت تمام تصور میکردند این رژیم میتواند برای مردم ایران مفید باشد. آقای سلیمی، در این زمینه شما، البته کوتاه چون وقت زیادی نداریم، تجربات خودتون با ما به اشتراک بگذارید. بفرمایید. جناب آقای بدی، من به تمام دوستان سلام عرض میکنم خدمت شما و به تمام شنوندگان محترم. ما تو زندان تبریز بودم، من تازه ما را گرفته بودن سال 59. اون موقع اصولا خلبان ها و نیرو هوایی ها اصولا در سطح جامعه با ارزش بودن از نظر مقامی، بعد با خانواده های محترم ازدواج میکردن که مثلا زیبا بودن نسبت به بقیه بعضی از بچه ها، مثلا دخترهای دیگه. این آقای موسوی تبریزی و اون موقع حاکم شهر تبریز می اومد این خلبان ها را، پرسنل نیرو هوایی را، یه دونه یه دونه خانمه هایشون که می اومدن ملاقات، اونا را شناسایی میکرد. بعد هر کدوم خانومش خوشگل تر بود اون حتما اعدام میکرد، چون بعدا میگرفت میبردن تو حرمسرای خودشون نگهداری میکردن. میدونی اینا چیزی جدیدی نیستن که مثلا ما اینا رو تکرار کنیم. البته هزاران اتفاقای بدتر از اینا هم داشت میافتاد که الان آقای سید صادق طباطبایی الان تو آلمان تو رادیو گرمویج اکثرا صحبت میکنه. من با ایشون تو اونم گرفته بودم، پسر علامه طباطبایی بود، اونم مخالف موسوی تبریزی بود اون موقع، گرفته بودن. اینم تو زندان با هم بودیم. این آقا اومد داخل با اطلاعاتی ها، اومدن داخل و بس سرهنگ ها و تیمسار ها و چیزها رو، اونایی که از زمان شاه باقی مانده بودن، اینا مثل خبردار وایستادن. وقتی که موسوی تبریزی وارد جلسه شد، البته نمیخوام داستان بگم، یه خاطره جزئی میخوام بگم که ربط داره به مسئله. بعد همه بلند شدن سرپا، بعد اینا خبردار وایستادن بی سر صدا، هیچ کدوم تکون نمیخوره. من و آقای سه صادق طباطبایی با هم نشسته بودیم اونجا، داشتیم صحبت میکردیم، ما تکون نخوردیم، بلند نشدیم. گفتم اومد که اومد، این مثلا عددی نیست که ما دیگه مرگ و این چیزا برای ما ارزشی نداشت که تازه بلند شیم یه آدم جلادی که مثلا این همه آدم داره میکشی بلند شیم سر پاش. بعد اومد به من گفت که از آقای سید صادق طباطبایی میترسه، چون پدرش علامه طباطبایی بود، مشهور بود، بالاخره تو قم بود اون موقع. اونم تو سیاست دخالت نکرد. من یه شعری هم قبلا ازش گفته بودم تو یکی از خاطراتم، بعد این شعری از این قبل بود که میگه که کشیدن میان دیده و دل دیوارها، چه حلاجها رفتن بردارها. این شعر از استاد علامه طباطبایی که تبریزی مال تو قم بود اون موقع، تو فلسفه دان بزرگی بود، اون تا با سیاست کاری نداشتی. پسرش گرفته بودن مخالف بود. سه صادق الان تو آلمانه که با هم تو زندان بودیم اون موقع. بعد این آقای موسوی تبریزی به من برگشت گفت که تو وصیت نامت نوشتی اومدی اینجا دیگه؟ نه، گفت که وصیت نامه بنویس که فردا انشالله شما رو میبریم اعدامت میکنیم. به من اعدام داده بود تو زندان تبریز. 9 نفر بودیم گرفته بودن، بقیه 20 سال، 40 سال، 30 سال، این دو ابد داده بود برایشون.
منم برگشتم گفتم که ببین جناب آقای موسوی، قبل از این که من شما را بهتر از همه میشناختم، من میدونستم که من وقتی پام به اینجا برسی شما ما را اعدام میکنید. من وصیت‌نامه من نوتخونه نوشتم و جایی مخفی گذاشتم که خانواده‌ام میدونن کجاست، لازم نیست که وصیت‌نامه بدم به دستای کثیف شما. سر این مسئله اختلافاتمون افتاد و این بر اطلاعاتی‌ها خواستم به من دخالت کنن و اینا، بعد نتونستم. بالاخره یکم من درگیر شدیم با هم، اینا بلند شدن برگشتن، گفت تو رو میبینیم میبینیم، گفت و بعد برگشتن رفتن. گفتم برو بابا، شما عددی نیست که شما مثلا چی کار میخواید بکنید، به غیر از کشتن کاری هم میتونید بکنید. میدونید مسئله یه چیزی دیگه است. این جنایت ها بعد از 40 سال داریم تکرار میشه، یعنی یکی بدتر از دیگره. هیچ کدومش با هم دیگه نمیشه مقایسه کرد، همه ایشون بدتر از یکی دیگه است. یعنی هر روز بدتر شده، هر روز بدتر شده. این مسائل الان هم آقای موسوی که میگم آقا اصلاح طلب شده، بعد داره اصلاح طلب بازی در میاره تو داخل، بعد از این همه آدم کشتن و اینا. بالاخره ما را انتقالمون دادن به تهران، چون ریشهری اونجا خبردار شده بود که بالاخره ریشهری ما ارتشی ها را گرفتن و 15 نفر قبل از ما اعدام کرده بودن بدون محاکمه، همون موسوی اعدام کرده بود. ما را با هواپیما مجبور شدن بالاخره بفرستن به تهران برای محاکمه. تو تهران هم من اونجا رفتم و کاری ندارم، بعد از چهار بار جلسه محاکمه، چون اعترافی نداشتیم بالاخره، خیلی شکنجه هم کردیم و خیلی شکنجه شدیم. منو روی پروندم نوشته بود که بعد از اینکه به بچه ها زندان داد، به من نوشته بود که البته من یه مقاله نوشته بودم اون موقع، این مقاله تو آقای بچه ها میدونن کدوم روزنامه مال ارگان ارتش بود، روزنامه سرباز انقلاب بود، مال فدایان، چریکای فدای خلق. و تو اونجا یه مقاله من مطرح کرده بودم، نوشته بودم مفصلا. بعد متاسفانه این چرک نویس اینه از زیر فرش من در آورده بودن تو بازرسی خونه. اینه تو دادگاه یه نفر منشی که از اطلاعاتی ها بودن که اومده بودن بر علیه من شهادت بدن، حدودا 30 نفر رو آورده بودن از تبریز، همه بر علیه من شهادت دادن بلا استثناء فرمانده گردان نگهداری هواپیما که اینم آقای حسن بلوریان بود که اونم بعد از این دادگاه اخراجشون کردن بعد از برگشتن به نیرو هوایی. عرض کنم خدمتتون، من اونجا این نامه را که چرک نویش از خونه من در آورده بودن، بعد پاک نویسشم در روزنامه چیز چاپ شده بود، در روزنامه سرباز انقلاب چاپ شده بود، اینی یک به من داده بودم، من میخوندم. بعد اونام آقای ریشهری هم از روی چیز نگاه میکردن و یکی هم تو دست منشی یکی از اطلاعات بود که بچه کرمانشاه بود که آقای رازیانه بود، اونم اطلاعاتی بود که اونم یه نسخهش هم تو دستش بود. هر جا که من مثلا یه کلمه رد میکردم داربیدارشون میرفت هوا. آخرش هم من انداختم تو کله ریشهری این نامه رو، گفتم آقا من نوشتم شما خودتونم بخونید، من نوکر شما نیستم که برایتون نامه بخونم، این عقاید من نوشتم اینه. بعد توف کردم تو صورت اون منشی رئیس همون که اطلاعاتی بود، بعد به شهادت اومده بودن، توف کردم. بعد از دادگاه رفتم بیرون، از دادگاه رفتم بیرون، تو بیرون دادگاه با یکی از اطلاعاتی ها رو در رو شدم. اونجا من یه کم عصبانی هم کرد و من مجبور شدم یه مژ زدم تو صورت این خورد به در دادگاه باز شد، این با پشت رفت تو دادگاه. ایشون گفت که تو دادگاه آدم میزنه بهت میگم و فلان.
بعد بالاخره این آقا هم که اومدن بیرون ما را جدا کردن و نه به خاطر اینم دیه صادر کرده بودم بعد از حبس و اینا، کار ندارم. سر یه مسئله که من که آوردن زندان، بعدا من دیدم یه گروهبانی که من دستبند زده میخواستم ببرن زندان اوین، بچه ها حبس داده بودن، داشت گریه میکرد، یواشکی در گوش من گفت که آی سلیمه از خودت مواظب باش، اینجا یه چیزی نوشته خیلی خطرناک، نوشته با زور شکنجه اعتراف گرفته شود. من خندیدم گفتم ما با اینا مسئله آی نیستن که ما از این بیتا نیستیم که با اون باتا بلرزیم، شما نگران نباش، ناراحت نباشید و فلان. البته اینا بلوف نیستن، اینا رو من تو کتاب خاطراتم هم دارم می نویسم. عرض کنم خدمتون، ایشون بعد از 9 ماه که من موندم تو انفرادی 209 اینا کار ندارم، چند بار اعدام مصنوعی بردن و فلان، کار نکردن. خب چیزی اعتراف نکردیم و چیزی هم نداشتیم که بگیم که ما بیگناه دستگیر شده بودیم. بعد این مسائل ما علنا تو زندان هم خیلی دیدیم و خیلی تجاوزات جنسی هم دیدیم تو زندان هم. بعد این مسائل تازگی نداره متاسفانه. من یعنی یکی دوتا نیست که آدم که بگی که مثلا اینطوری شده اونطور شد. من منظورم این مسائلی که دوستان داره مطرح میکنن البته قابل تأمل از قابل که تمام مردم اینا رو نمیدونن، که فقط ما یه عده معدودی که بودیم اون موقع از زندان هم با چیز بالاخره با چه مکافاتی بالاخره جون به در بردیم و اینا، یه عده معدود این جنایت ها رو میدونن. ولی خوشبختانه الان اینترنت و این برنامه، مسائل اینترنتی و این چیزها در اومده است، اینا تو تمام جنایت ها رو حتی از داخل زندان گزارش میدن و ما همه ایمون اطلاع پیدا میکنیم از این مسائل. و از طرف کارگرانی که الان زندانی شدن واقعا قابل تأمل است. این مسئله خیلی مهمه که همیشه ارتجاع وقتی که به فشار میفته، به لرزه میفته، به رفتنش و خرد شدن استخوانایش همه میشنوند، اون موقع خب مسلمن اینا هارتر میشن. وقتی اینا هارتر میشن، اول نفرایی که اینا دستگیر میکنن و حبسای طویل مدت میدن طبقه کارگر است، طبقه کارگری که از به قول معروف شب و روز زحمت میکشن در کارخانجات کشور، بالاخره اینا خدمت میکنن که از حق حقوقشون دفاع میکنن. اینا بزرگترین ضربات در این مواقع اصولا میبینن که الان داریم میبینیم اینا را به وضوح، و در همه مواقع ها هستن که اینا غدارترین انسان ها را به عنوان دادستان یا قاضی انتخاب میکنن. خب الان هم آقای چیزی هم که انتخاب کردن، آقای رئیسی هم انتخاب کرده، اینم مشخصه برای ما که چه اتفاقات داره میفته و خواهد افتاد. اما مسئله یه کوچک یه چیزی جزئی میخوام بگم که خیلی حائز اهمیت است آقای ودیعه، امیدوارم که وقت عزیزتون رو نگیرم. من در مورد این مسئله G7 میخواستم یک کوچکترین خلاصه از روش را دارم رد میشم که الان همه تون تو جریانش هستید، اتفاقاتی که اون هفته میخواستم بگم، ولی خب دیگه اون هفته وقت نشد، بالاخره اینجا زمانمون کم بود، بالاخره من صحبت نکردم. به هر حال این G7، مسئله G7، جریان G7 الان خیلی حائز اهمیت است که دیدیم که جبهه‌ای که بین اروپا و آمریکا الان باز شد و دیپلماسی تقریبا اروپایی تقریبا از طریق فرانسه تقریبا شکسته شد در اینجا، و عوض اینکه اینا میخواستن دیپلماسی خودشون رو به عنوان چیز میانگین بین ایران و آمریکا به نمایش بگذارن، متاسفانه اینا هم که تضادهایشون هر روز بیشتر میشه، اروپا و آمریکا، این مسئله از یه طرف قضیه شکست این پروژه. البته من خیلی خلاصه میگم، این باعث شده است که وزرای فرانسه سریعا، فرانسه و
کشورهای متحده اروپایی همهشون خیلی سریعا فرانسه دست به کار شده و با روسیه به ارتباط در اومده و دو اونجا هم از روسیه حمایت کرده بود، تو کشورهای G7 هم اونجا هم حمایت کرده بود از روسیه و یه نشست در 9 سپتامبر یه نشست در مسکو برگزار خواهند کرد، جلسه ای که به عنوان نتیجه اقدامات با آقای ماکرون به منظور روابط بهبود با روسیه انجام خواهد داد. اینا نتایج منفی هستن که در G7 به اتفاق افتاده که عملا اینا برای حفظ بقای این رژیم خیلی کمک میخواهند کرد. بعد به عنوان عزم پاریس برای انعقاد این پروژه با شرایط اروپای خود مشورت شده است. در این مورد باید گفت بعد از 5 سال وزرای خارجه کشورهای مذکور تصمیم به نشست این پروژه شدند. این مورد به عنوان یک دیدار بسیار مهم بین روسیه و فرانسه پس از بحران اوکراین و کریمیه توصیف شده است. گفته می شود پس از این فرانسه نقش مهمی در روابط آمریکا و ایران ایفا کرد، به معرض نمایش در آمده است. از طرف دیگر ایران و چین، مسئله این خیلی مهمه های بدیه، از طرف دیگر ایران و چین به سرعت در حال پیش برد توافق همکاری هستند که 20 سال آینده را شامل می شود. 400 میلیارد دلار هزینه کل این پروژه می باشد. در این پروژه چین شبکه های ریلی پرسرعت شمال و جنوب، خطوط و لوله در ایران را ایجاد کرده است و میادین نفتی گازی در این کشور سرمایه گذاری کرده است. همچنین با کاهش قیمت نفت و گاز از ایران دریافت میکند. در پالایشگاه های سرمایه گذاری نیرو اعزام میکند. در پالایشگاه ها سرمایه گذاری میکنند و برای محافظت از سرمایه گذاری خود 5000 نیرو قراره به ایران اعزام کند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از چینی ها در ایران فعالیت خواهند کرد. علیه آمریکا در ایران برقرار میکند. رقابت چین و آمریکا در ایران از این مد نظر مورد بررسی قرار میگیرد. چین میخواهد با ایجاد دیوار چینی بر علیه آمریکا در ایران استراتژی اقیانوس آرام آمریکا را در ایران متوقف کند. این یه مسئله خیلی حساسی است که الان چین شروع کرده است آقای بدی. این حائز اهمیت و استراتژیک دارد برای ما. اینا را باید خیلی جدی و من خیلی خلاصه‌وار اینو مطرح کردم که این دوستان در جریان باشن. این مثال این برای بقای رژیم، این چین داره خیلی حرکت‌های عجایب غرایبی داره و حرکت انجام میده. اینا خیلی حائز اهمیت است چون دوستان بیشتر صحبت‌های حقوق بشری و مسائل انسان دوستانه رو مطرح کردم. من خواستم تو این وسط یه پرانتزی هم باز کرده باشم، یه نکته‌ای توجه داشته باشیم. سپاسگزارم از شما آقای سلیمی عزیز. نکاتی که آقای سلیمی گفتن توجه به مسائلی است که در خارج از مرزهای ایران داره، در رابطه با ایران داره صورت میگیره و توافقهایی هست و تردیدی نیست که آقای سلیمی هم بر این باورند که به هر حال سرنوشت دموکراسی در ایران باید تعیین بشه و توسط مردم ایران.